چای تو بخور دختر قشنگم، سرد نشه. شک ندارم یه تراشه به امواز کردید که هر جای میرم منو پیدا میکنین. حالا همین وسط مهمه که ما چطوری پیدا کردیم؟ کاری که میکنی اسم شامت نیست، بی‌احتیاطیه. آها، پس قصه من وسط هم تعریف کردم. فراتر از یک قصه هست، ازم خواستم بکشمت. حدسم درست بود، این عکس رو توی بیروت گرفتن. مگه فرقی هم میکنه؟ آنایل یا همون فرشته مهربون تو چند روز پیش استفانو واسه کشتن من تومه کرد، ولی خود تومه را هدف قرار دادن. کشته شد؟ حالا چه اصراری داری به آنایل ربطش بدی؟ اگه هنوز باورش داری شو رو دستورش رو اجرا نمیکنی همینجوانه بزنی. بهت مدیونم، همون قطعی که به آنا مدیونم. بد نیست بدونی اون به اجازه داده مکس رو بزنم، البته بعد از این که تو رو زدم. شک نکنم مکس هم همین اجازه رو داده. چند روز پیش اسد امیلیا رو تو ماشینش اطراف پاریس پیدا کردن، بعدش هم استفان کشته شد. این واسه تو معنی نداره؟ ممکنه از من یا از بکی عصبانی باشه یا حتی تنبیهمون کنه، اما محال بذاره کسی به مناسی بزنه. ولی به تو اجازه داد مکس رو بزنی. به نظرت وقتش نرسیده که یه تجدید نظری تو افکارت راجع به این آدم داشته باشی؟ خوشحالم که هویت واقعیتو پیدا کردی باگرین. برگشتی به زادگاهت. امیدوارم که این لباست صرفا یه پوشش نباشه. دو تا دختر داعشی رو با خودت بردی پاریس، میخوام در رابطه با اونا بیشتر بدونم. حالا از موزه دادستان پاریس با من حرف میزنین؟ هر دو نفرشون کشته شدن. اونا اگه ترکیه هم میموندن کشته میشدن. پس فقط شما جغرافی مرگ رو عوض میکردین؟ حالا دلتون واسه داعشی یا سوخته؟ دلم واسه تو و امثال تو میسوزه که نمیدونین تو زمین کی داریم بازی میکنین. مطمئنم برای دلسوزی تو اینجا نیومدین، ولی لازمه بدونی خط مبارزه که دیگران برای ترسیم کردن کاملا جلیه. تو مبارزه با داعش شک کردین؟ حاج قاسم علمدار این مبارزه رو کسایی شهید کردن که به جای مبارزه با داعش اونا رو مدیریت میکردن. وقتی دیدن که توان مقابله با داعش رو ندارن، به عنوان تروریستای خوب استخدامشون کردن. بهت نمیاد عضو سرویس اطلاعاتی باشی وقتی حداقلای پیچیدگی رو نمیدونی. داشتم بهت امیدوار میشدم وقتی فهمیدم افتادی دنبال هویتت. وقتی هم که تو این لباس دیدمت خوشحال شدم که راهتو پیدا کردی، ولی متاسفم هنوز نتونستی با بوت درمون رو تصفیه حساب کنی. هیچ توجه کردی از همون روزای اولی که همدیگر رو دیدیم نسبت به آنایل آلرژی داشتی؟ هنوزم دارم. کسی که انسان‌ها رو به عنصر تبدیل میکنه تا ازشون جاسوس و تروریست بسازه، باید جواب پس بده. حالا میخوای از من برسی به اون تو ازش جواب بگیری؟ شما ما رو میرسونی به اون. چرا فکر کردی من باید این کارو بکنم؟ تو از اون جدا شدی، ولی اون از ذهنت بیرون نرفت. تو به آنل اعتیاد پیدا کردی، و تا وقتی که نتونی ترک اعتیاد بکنی، مجبوری که با عنوان تضاد و تناقض حملش کنی.
پس واسه یه بارم که شده به خودت صرف صرف کن و سعی کن بفهمی که آنلی شیطانه که فقط ادای فرشته رو در میاره. چرا نباید فکر کنی خانوادت و تیمای ترور موساد زدن؟ شما میخواهید منو علیه آنل تحریف کنین. چرا از واقعیت فرار میکنی؟ چرا اسمشو گذاشتین واقعیت؟ قطعا اگه برسیم به آنل خودشو بین مرگ و زندگی ببینه حقیقتو بهت میگه. و اون وقتی که خودتو باید آماده کنی برای اینکه بفهمی مسئولیت تیم تروری که خانوادت رو قتل عام کرد به اون فرشته مهربون بوده. نمیتونی خیلی بمونیم و زودتر برگردیم. مطمئنم که نمیخوای پیش شما از اعتماد شکست خورده نسبت به موزان حرفی بزنیم. خیلی خوب، برو تو خلوت خود به جمعندی برس. اگه خواستی با ما همکاری بکنی به کمک مکس نقشه درست حسابی واسه ترور من بکش. فقط اینطوری خودتو ما میتونی به آنل برسونیم تو شرایطی که فرصت اینو داشته باشی ازش بپرسی قاتل خانوادت کیا بودن. نظرت بروژیت در رابطه با آنائل به جنبندی میرسه؟ شوکه شده بود. آره وقتی بهش گفتی که جلوی ما نمیخوای از اعتمادش شکست خوردت در رابطه با آنائل حرف بزنی رفت کما. آنائل افتاده به خودکشی مرحله‌ای. اول کار دستیاشو نابود بکنه، بعد اگه جرأت خودکشی نداشته باشه اونا میکشنش. نباید بذاریم مرحله آخر برسه، چون اینطوری دست هم به بالا سریش نمیرسه. اگه باش گفتگو کنیم جواب میده؟ نظر چیه؟ داره همه چیو میبازه، شاید یه همکاری حداقلی بکنه. آره ولی اون تئوری کس دیگر رو عملیاتی کرده، اینطوری خودشو بازنده نمیدونه. آقا چیکار کنیم؟ باید طبق همون ریلی که چیدن حرکت کنیم و خدا بخواییم تا کمک کنه که بتونیم آنائل رو تومه قرار بدیم. یعنی میخوای رو همون ریلی حرکت کنی که آخرش به کشته شدن خودت میرسه؟ دقیقاً. فقط اینطوریه که میتونیم به آخرش امیدوار بشیم. فعلا مهم واسم اینه که بدونم مکس چجوری میخواد منو گیر بیاره. به یه مرحله رسیدم، گفتم که یه مشورتی هم به خودت بکنم. قبل نما داری؟ فقط باید یه سری آموزش رو ببینم تا بتونی با یادم شکست خورده ای مثل آنائل روبرو بشی. بزن بقیل، میترسم آفتاب بزنه. راستشو ببین، به چی فکر میکنی؟ داشتم به این فکر میکنم که کاش که خودم نشسته بودم تو میگرفتی میخوابیدی، اینقدر فرصت واسه فکر کردن نداشتی. سلام آقای اشرف، ممنون که تماس گرفتید. پیام گذاشته بودی کار مهم میداری. میخواستم بگم حالا که این استفاده از یتیم خونه ها از تاکتیک به استراتژی رسیده، حیفه که این پروژه رو به خاطر یه اتفاق بذاریمش کنار. به این نمیگن یه اتفاق، میگن یه اشتباه. یه ندانم کاری، شایدم بی‌لیاقتی. بله، منو از این پروژه بذارید کنار، ولی مطمئن باشید که این خط جواب میده.
تا همین الانم این آدما کلی برای ما سود داشتن. مهم اینه که این خط رو سوزوندی، ولو این که یتیم خونه پر از یتیمای باهوش و خوش استعداد برای کاردستیای ما باشه. همه چی خراب کردی. مهم اون بچه هایی هستن که نمیدونن. خواهش میکنم یک بار دیگه به من اعتماد کنید. بیش از این پشت تلفن ادامه نده، به وقتش هم دیگر ملاقات میکنیم. خوشحال میشم. ممنون. امیدم کردی آنا. روش ها یه روزی می سوزن، ولی ما الان داریم در مورد استراتژی صحبت می کنیم، نه یه تاکتیک شکست خورده. ما باید بتونیم. تا حالا هیچ فکر کردی اگه ایرانیا داستان پروژه کاردستی رو برملا کنن چه آسیبی می بینیم؟ اجازه بدید همه رو طوری پاکسازی میکنم که آب از آب تکون نخوره. از کجا میدونی اون مأمور ایرانی تا حالا اسنادی رو جمع‌آوری نکرده باشه؟ وقتی طرف با خون سردی میشینه سر میز استفان اونو تهدید میکنه یا امیلیا رو از ایران اخراج میکنن، اون وقت واقعا تو فکر میکنی با حذف این دو نفر میتونی این پرونده رو ببندی؟ راه بهتری دارین؟ داشتم فکر میکردم قبل از اینکه ایرانیا با خرابکاری تو یه علمشنگه تبلیغاتی را بندازن، بهتر خودمون اقدام کنیم تا اثر کار اونا کمتر بشه. شما حق دارین عصبانی باشین، ولی در حالت عصبانیت تصمیم میگیرید و این هیچ خوب نیست. ما چند نفر رو از دست دادیم، ولی از اون پرورشگاه هنوز آلکس، الیزا، ماری، کیت، جیم و تونی رو داریم. وقتی میگم متوجه نیستی، ناراحت نشو. مهم تعداد گل خورده یا زده نیست. مهم اینه که دنیا میفهمه ما از کودکان یتیم خونمون داریم چه استفاده ای میبریم. ما روح و ذهن یه عده بچه رو دستکاری کردیم. حالا اون ایرانی اینو میدونه و قطعا برای اثباتش مدرکم داره. ما همیشه با ایرانی ها سر جنگ داشتیم. هیچ کس حرف اونا رو باور نمی کنه. از این بترس که روزی بفهمی همین الیزا یا اون مکس یا حتی ماری و جیم همکار اونا باشن تا کارمندم. برو تمومش کن. Wish you have a good day. The day you call me is definitely not a good day. Oh, don't be wicked, girl. I have to see you. I can hardly bear you. I hope for the day I don't have to see you anymore. At 7 o'clock, in the last cafe. Please don't be late, okay? See you. این که میگم مغز شوی زمان و مکان نداره واقعا درسته. مکس و برژی ترتاشو اروپا به دنیا آمده، اونجا بزرگ شدن، دکترا گرفتن، اما آنوئل خامشون کرده. هیچ کسی معصومیت نداره. ذهن همه رو میشه چرخوند. یه ریاضوب داره ولی وقتی سوجهشون بشی قاپت میزنن. یه عده از این فهم پول در میارن، یه عده کار سیاسی میکنن، یه عده هم آدم میکشن. خدای من، بریجیت، مثل یه روح یه دفعه جلوم ظاهر میشی. قرار ما ساعت 7 بود. نمیخوای بری کنار بیام تو؟ فکر نمیکنی کافه یه جای رومانتیک تری برای یه دیدار دوستانه باشه؟ دوستانه؟
سورپرایز کردن مهارت زیادی داری. هنوز شوکه که بهم وارد کردی خورش نشدم. تو ماجرای لئو منم به اندازه تو شوکه شدم. چرا نمیخوای باور کنی؟ متنفرم از این که فکر میکنی با یه احمق طرفی. بهتر نیست آتش بس اعلام کنیم. آتش بس زمانی که تو اعتراف کنی یه سالت هم منو فریب دادی و به خاطر نجات جون لئو منو مجبور کردی برای جاسوسی کنم. اگه دلخوریت از من با یه معذرت خواهی حل میشه، باشه، اعتراف میکنم من بهت دروغ گفتم. درست دو روز بعد از کشتن لئو من از مرگش باخبر شدم، اما به هیچ چیزی نگفتم چون به درماندگی و نیازت احتیاج داشتم. تو یه آشکال به درد نخوری، یه عوضی، یه خوک کثیف. طوری وانمود نکن انگار خودت یه قدیسه ای. اتفاقا من اصلا آدم قدسی نیستم، یه قاتلم، قاتل آدمای خوک صفت. همیشه تو شهر مسلح میچرخی؟ تا وقتی که شهر پر از لشخارای مثل توه مجبورم با خودم اسلحه حمل کنم. حالا تو بگو کی خبر مرگ لئو رو بهت داد؟ از کجا فهمیدی اشنایدر آلمانی لئو رو کشته؟ چطوری به مخفیگاهش تو پراگ رسیدی؟ هرچند لازم نیست جوابتو بدم، ولی به خاطر این که نشونت بدم که از تو جلوترم بهت میگم. مدت هاست گوشیتو میشنوم اینجا و توی محل کارت میکروفون گذاشتم. واقعا منو حیرت زده کردی. وقتی جواب روشنی برای سوالی که ازت پرسیدم نداری، داستان سرایی میکنی. تصور کن دروغ میگم یا دارم داستان میبافم. اصلا تو کی هستی که باید جواب تو بدم؟ قراره با هم بریم عملیات، پس بهتر بدونم اول باید به کی شلیک کنم. منتظر جواب سوالاتی که ازت پرسیدم هستم. هست که بخوای بدونی؟ ترجیح میدم بقیه سوالاتم بعد ازت بپرسم. برای گفتن خیلی داریم. فعلا باید وفاداریمونو به آنا ثابت کنیم. باید به کاری که قراره انجام بدیم فکر کنیم. بیا این عکس رو ببین. باید طبق قانون جنگل عمل کنیم. بکشیم تا کشته نشیم. اگر این مأمور ایرانی حذف نشه، مطمئناً موقعیت من و تو به خطر میفته. صوتی رم شده از نریمان رسیده که توصیه میکنم هرچی زودتر گوش بدین. بچه به هم ریختی؟ نقشه قتلش رو کشیدن. بهتر اول آخرش رو گوش بدین. باید طبق قانون جنگل عمل کنیم. بکشیم تا کشته نشیم. اگر این مأمور ایرانی حذف نشه، مطمئناً موقعیت من و تو به خطر میفته. دقت کردی اصلا پاسپورت رو بهش نگفت؟ برای اینکه میخواد یه قدم از رقیبش جلوتر باشه. میخواد صحنه رو خودش بچینه. بروجید میخواد ما رو تو جریان جزئیات بذاره. به خاطر این خود مکس قرار گذاشته. بد نیست بدونید بروجید یکی از شنودای ما رو از ساعت رومیزی درآورد تا به مکس اثبات کنه که اطلاعاتش از کنترلمون به دست آورده.
حالا همه فایل گوش بدین. چیزی دیگه هست که بخوای بدونی؟ ترجیح میدم بقیه سوالاتم بعد ازت بپرسم. آره اینطوری بهتره، چون حرف برای گفتن خیلی داریم. فعلا باید وفاداریمونو به آنا ثابت کنیم، باید به کاری که قراره انجام بدیم فکر کنیم. اون زمان که به مکسفورد آمریکایی به عنوان افسر اطلاعاتی رسیدیم، هیچ وقت فکرش نمی‌کردیم که به این نقطه برسیم. به خاطر همین از آقا رسول خواستم به عنوان نماینده حفاظت توی جلسه حضور داشته باشم تا برای ادامه کیس تصمیم بگیریم. من قبلا هم با شما هم تلفنی با ابراهیم صحبت کردم. تله‌گذاری و گذاشتن قرار سوری برای کشوندن اونها توی عملیات با فرض اینکه ابراهیم بره توی صحنه صلاح نیست. رسول قرار نیست درگیری باشه. طوری صحنه رو می‌چینیم که امکان عملیات نداشته باشه. اولا که سفت و صد مدیریت صحنه دست شما نیست، ممکنه کار از دستتون در بره. ثانیا اومدیم و همه چی هم ختم به خیر شد، بعدش چی؟ بالاخره اونو میخوان ابراهیمو حذف کنن دیگه ها؟ آقا رسول، یکی از این دو نفری که قرار ابراهیمو ترور کنه خبرچین خود ماست. خیالت راحت بشه، نه جام میمونیم نه غافلگیر میشیم. مهم اینه که نمیتونیم کیسو بی نتیجه رها کنیم. ما باید برسیم به سرشبکه اونو توی منطقه، بعد هزینه خیمه زدن اطراف ایران و عملیاتشون رو بدن. فرض کنید زمان جنگ اطلاعات عملیات بخواد بره سراغ فرماندهی دشمن، باید ریسکشو بپذیریم یا حتی بهاشو بدیم. آقا عبی، اونا دیپلماتن. و شنوده که خودت شنیدی، وقتی یه دیپلمات ترور میکنه دیگه نباید از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار بشه. یعنی هیچ راه حل دیگه ای نیست؟ همش دست ما نیست، ما میخوایم درگیر نشیم، ولی به قول خودت اومدیم و شرایط چیز دیگه رو تحمیل کرد. اون وقته که دیگه باید از خودمون دفاع کنیم. به این خانم دووینی چقدر اعتماد دارید؟ فرض ما بر اینه که به هیچ کسی اعتماد نکنیم. ما برای هر احتمالی تابلو فرضی رسم کردیم. برای ما اطلاعات مهمه. مگه نگفتیم میخوایم برسید به سرشبکه‌شو؟ اگه فرماندهی تروریستی که تو ترور حاج قاسم آقای فخری زاده به هر کدوم از دانشمندای ما دست داشتن و گیر بیاریم، هیچ تعللی تو زدنش نمی‌کنیم. مثل اینکه واقعا جنگ. آره بله، شما هم الان تو اتاق جنگی میتونید تشریف بیاریم وسط میدون جنگ. من حاضرم جامو با شما عوض کنم. بسم الله. با مکس تو خونهش اجرا کردم تا جزئیات کاری که قرار انجام بدین مطالعه بشین. فکر کردم همه چی بشتنی دیگه نمیاد سراغم. اومدم بهت بگم که قرار نیست کار به درگیری بکشه. یعنی چی؟ اینطوری فرصت کشتن اون وزیر رو از دست میدم. ما نباید تو زمین اونو بازی کنیم، وقتی میتونیم خودمون صحنه رو مدیریت کنیم. نمیخوام ریسک کنم وقتی همه چی برای یه انتقام سخت اومده است. شک ندارم که آنایل برای دیدن پایان این بازی میادش استانبول. وقتی هم که تو و مکس نتونین اون کاری که ازتون خواسته رو انجام بدین، مطمئنم میبردتون زیر تیغ محاکمه، اونم در حضور دیگران. این اون صحنه‌ای که ما میخواییم. اون ادهی که میگی کیان؟ دنبال کی میگردی؟ گرگاس، موجودی که وفاداری سگ و درندگی گرگو داره. اینطوری راحت به محیط آدم ها نزدیک میشن، اونا رو میدارن. میخوایی بگی دنبال گرگاسی؟ آره، مطمئنم که بالاتر از آنایل به موجوداتی شبیه گرگاس میرسیم. همون یکی تو کشورمان ترور میکنن. آها، پس تو هم دنبال انتقامی؟ ما فقط دنبال اطلاعاتی. نباید فکر و ذهنت بره سمت عملیات. این تو نیستی که همسر تو از دست دادی؟ حق با توه، ولی یادت باشه که اونا قبل از لهو تو رو کشتن. معلوم نیست چند تا یتیم خونه رو برای اهداف خودشون خالی کردن. ما باید این مسیر رو به بن‌بست بکشونیم و این خط رو برای همیشه بسوزونیم تا نتونن از این طفل معصوم بهره کشی بکنن. چرا از من انتظار داری نجات دهنده بقیه بشم وقتی متأکد خودم از سیرم؟ از وقتی که فهمیدی چه هویتی داشتی و خانواده‌ات کیا بودن و کیا چه بلایی سرت آوردن دیگه از سیر نیستی. ولی من هنوز به باورهای تو درباره آنایل نرسیدم. شما همه چی رو سیاسی و ایدئولوژیک می‌بینید، ولی جهان بینی من و شما تفاوت داره. کاری که موساد می‌کنه نه سیاسیه نه ربطی به دین حضرت موسا داره. کار اونا جنایت علیه بشریت. حالا شما ناجی بشریتین؟ اصراری ندارم که چیزی رو برای تو ثابت کنم. نمیتونم باور کنم که اون زن مهربونی که میشناختم همون آدم وحشتناکی که تو میگی. خیلی خوب،
یه صحنه به وجود بیاریم که توی شرط برابر بتونی سوالاتتو ازش بپرسی، اونم در حضور من، که ازش بپرسم که چرا درست چند روز قبل از حمله تروریستی به خانواده تو اومده پاریس. چرا سعی داری منو علیه اون تحریک کنی؟ مبارزه محرک نمیخواد، غیرت میخواد. غیرت هم بخشی از هویته. تو هم اگه سعی کنی بفهمی که آنائل چه بلایی سرت آورده، غیرتت راه نشونت میده. بذار همه چیزا مکس برنامه‌ریزی بکنه، تو هم فقط همراهیش کن تا برسیم به من. صحنه رو باید جوری مدیریت بکنیم که درگیر نشه. به من اعتماد کن، از خودم بخوا هرچی خواسته اون همون بشه. میبینمت. Sure about him? Yes, Ibrahim Hemet. Don't you mistake? Was he alone? So we shuttle. Okay. Send two person to carry him. Okay? Thank you. Salam. Hotel'e peyde kardım. من رای تیم بره اونجا تو مواظب رفیقمون باشه. حتما حتما. خدافظ. داداشمون گفته دو نفر فرستادن جایی که هستی. پس بازی داره شروع میشه. فرض و بذار که شروع شده. توکل به خداش.